برای پیشگیری از خودکشی افراد بازداشت شده پس از آزادی از زندان چه راهکارهایی وجود دارد؟ سلام، من رضا اکبرانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. کودکان، نوجوانان و دانشجویان در میان بازداشت شدگان خیزش سراسری در دوران بازداشت و بازجویی با پدیده بسیار مهمی به نام خودکشی مواجهند. یکی از عوامل مهم این خودکشی ها رویدادهای استرس زا همچون فشارهای ایام بازداشت، بازجویی و شکنجه و بستری است که فرد در آن با چالش روانی روبرو می شود. در دیدگاه همراه با سبا آلاله، روان تحلیلگر بالینی از ترکیه، ابعاد مختلف خودکشی در میان کودکان و نوجوانان بازداشتی و راهکارهای پیشگیرانه از آن را بررسی می‌کنیم. خانم آلاله سلام، خوش اومدید به دیدگاه. خودکشی در کودکان و نوجوانان چه ابعادی داره؟ چرا برخی از اونها که طی خیزش سراسری بازداشت شدن تو این سن که پر از شور زندگی هستن دست به چنین کاری میزنن؟ خب ابتدا برای ما خیلی مهمه که اصلا درک کودکان از مرگ و مسئله خودکشی رو بدونیم. ببینید، کودکان از نظر شناختی هنوز به مرحله از رشد مغزی نرسیدن که درک کاملی از مرگ و برگشت ناپذیری داشته باشن. برای مثال تصور میکنن که هر زمانی که بمیرن و یا با مسئله مرگ روبرو میشن دوباره برگشت دارن و یعنی دوباره زنده میشن. حالا در نوجوانان کمی متفاوت تر است. برای اینکه در نوجوانان مسئله برگشت ناپذیری مرگ به تکامل یافته تر رسیده و اونها از این خبر دارن، ولی چون این درک براشون هنوز به ثبات و پایداری نرسیده میتونه این مسئله و درک براشون خطرساز باشه. به همین دلیل ما همیشه بسیار تأکید داریم که هر نوع صحبت و یا رفتار کودکان و نوجوانان که نشانه هایی از عدم امید به آینده و یا میل به مردن هست رو باید بسیار جدی گرفت، به دلیل اینکه درک اونها از مرگ و خودکشی به یک درک کاملی نرسیده. برگردم به سوال شما که پرسیدید که چرا در کودکان و نوجوانان که پر از امید هست اونها با مسئله و پدیده خودکشی روبرو هستن. ببینید، کودکان به دلیل همون مسئله‌ای که من بیان کردم که از نظر شناختی هنوز به مراحل از رشد کامل یافته ندارن، هنوز راهکارهای مقابله با استرس رو ندارن و پدیده هایی مثل بازداشت ها، بازجویی ها، زندان ها میتونه یک رویداد پر استرس باشه که احتمال در اون کودکان مورد بدرفتاری های جنسی، مورد سوء استفاده های جنسی قرار بگیرن و یا مورد تحقیرها و سرزنش های هویتی قرار بگیرن و این برای کودکان و نوجوانان یک مسئله از ناامیدی یأس براشون به وجود میاره و اونها رو شدیداً مضطرب میکنه و برای اونها خودکشی یک مسئله و یک راهکاریه و یک واکنش روانیه به مسئله استرابی و رویداد پر استرسی رو که در این شرایط اونها باهاش روبرو میشن. چه نشانه ها و علائمی مهم هستن و لازمه توی چنین شرایطی به اونها توجه بشه؟ خب ببینید، کودکان و نوجوان به همون دلیلی که گفتم یک سری کم تجربه تر هستن نسبت به بزرگسالان، کم دغدغه تر هستن و همون دلیل نشانه ها و علائمی که در کودکان و نوجوانانی که قصد خودکشی و یا افکار خودکشی دارن به صورت آشکارتر از بزرگسالانه. برای مثال ما در این کودکان و نوجوانان یک سری علائم و نشانه هایی مثل عدم توانایی در تمرکز دارن. تمرکز میتونه در تکالیف مدرسهشون، در عملکرد تحصیلیشون باشه و یا یک سری افت عملکرد در شرایط و کارکرد روزانهشون باشه. یک سری تغییرات بسیار شدید در عادات فیزیکی و ظاهریشون به وجود میاد. برای مثال اضافه وزن پیدا میکنن و یا سریع به سمت افزایش وزن پیش میرن، بی توجه هستن به ظاهر و پاکیزگی خودشون و گاهن حتی در کنار همه این نشانه ها عدم توانایی در خوابیدن دارن. مثلا یا خوابشون بیش از اندازه میشه و یا خوابشون بسیار کم میشه. یک سری تغییراتی هم، تغییرات ناگهانی هم میتونه توی روابط این کودکان و نوجوانان که بسیار نشانه و علائم ملموس‌تری هم هست. برای مثال با دوستان و آشنایانی که در گذشته رابطه خیلی خوبی داشتن به ناگاه کنارگیری اجتماعی در اونها صورت میگیره، اونها به سمت انزوا میرن و یک تغییری در شخصیت و عواقب‌های زیادی در روابطش روبرو میشیم. یه موضوع دیگه هم که خیلی مهمه در نوجوانان و کودکان که بسیار هم میتونه تاثیرگذار باشه، نقاشی ها، خات
خاطر نویس ها و یا تکالیفی هست که اونها معمولا در نقاشی های خودشون و خاطره های خودشون معمولا یک سری احساسات و هیجاناتشون رو بروز میده که این چند نشانه و علائم میتونه بسیار آگاهی درستی رو به خانواده ها بده. خب والدین در چنین شرایطی چه کمکی میتونن به کودکان و نوجوانان خودشون که بازداشت شده بودن بکنن؟ خب ما این روزها بسیار تاکید داریم، مخصوصا در این شرایط که کودکان و نوجوانان با رویدادهای پر استرس روبرو هستند، افراد روبروی ما مخصوصا والدین هستند که اونها بتونن یک بستر و یک حلقه امن برای نوجوان خودشون آماده بکنن. خب شاید اینجا خیلی از افراد سوال بکنن که اصلا چطور امکان داره ما بتونیم این حلقه امن رو به وجود بیاریم. ببینید، والدین امن‌ترین فرد زندگی نوجوان و کودک هستن، پس این کار برای والدین نمیتونه غیر ممکن باشه. اونها در این حلقه باید بتونن با یک مجموعه از صحبت‌های لازم و واکنش‌های درست کودکان و نوجوانان رو مورد حمایت همه جانبه قرار بدن. ما شاید صحبت میکنیم، میگیم صحبت‌های لازم، گفتمان و الگوهای ارتباطی درست. برای خیلی ها باز پیش بیاد که این گفتمان و این ارتباط چه چیزی میتونه باشه. اینجا خیلی مهم هست که خانواده، پدر، مادر و افرادی که در کنار کودک هستن بتونن احساسات و هیجانات ناخوشایند رو کاملا به رسمیت بشناسن. من میگم احساسات و هیجانات ناخوشایند برای اینکه کودکان در این شرایط یک سری احساساتی مثل غم، درد، رنج، بلا تکلیفی رو و غم رو تحمل میکنن که ما معمولا در این شرایط نباید از کودک بخوان، مخصوصا پدر و مادر از کودک نباید بخوان که چنین احساسات رو نداشته و یا اونها رو نادیده بگیرین. این اولین قدمه برای داشتن رابطه و حلقه امن که از او بخوایم از احساسات خودش بیان، از احساسات خودش صحبت بکنه و این احساسات و هیجانی رو که اون داره رو میتونه برای ما بازگو بکنه. اما معمولا از احساسات و هیجانات کودک و نوجوان میتونیم به رفتارهای بیرونی و واکنش‌های بیرونی که میخواد در آینده انجام بده پی ببریم و این خیلی مهم هست که در این حلقه امن ما زمانی که بهش اجازه میدیم تمام احساسات خودش رو بیان بکنه قطعاً متوجه میشیم که در افکار و در ذهن او چه مسائلی پیش بینی میشه و چه مسائلی بازگو میشه و اونجاست که میتونیم متناسب با سن کودک و نوجوانمون مشخص بکنیم که چه کمکی و چه راهکاری برای اون تعیین بکنیم. افراد مراقب کودک یا نزدیکان چطور میتونن تو این شرایط کمک کننده باشن؟ فکر میکنم این مسئله خیلی مهمه، چون این دلیل که خب ما اون ارتباطات گسترده‌ای که ما در امروزه داریم فقط والدین پدر و یا مادر نیستن که در کنار کودک هستن. حالا میتونیم در یه خانواده خواهر، برادر، فامیل، آشنایان، اقوام، دوستان والدین باشن که در کنار من پیشنهادم، من توصیه‌ام اینه که در کنار اون راهکارهایی رو که در سال قبلی برای والدین گفتم، من اینجا اجازه میخوام که اتفاقا اونها بایدهایی بود که باید در کنار و در مقابل کودکان و نوجوانان انجام بدیم. اینجا من میخوام یک سری نبایدها صحبت بکنم که افرادی که در کنار کودکان و مراقبینی که در کنار کودکان و نوجوان هستن بسیار مهمه که اونها رو انجام ندن، چون ما معمولا همیشه دنبال بایدها هستیم و معمولا این نبایدها رو خیلی نادیده میگیریم. یکی از این نبایدها اینه که معمولا یک کلمه‌ای رو ما به کار میبریم که تو باید قوی باشی، تو باید قدرتمند باشی، تو خیلی تواناتر از این هستی که این مسئله برای تو پیش اومده. ببینید، اینها برعکس این که ما تصور میکنیم میتونه جملات مثبتی برای کودکان و نوجوانان باشه، جملات بسیار سمی و غیر کاربردیه. به همون دلیل من توصیه اکید میکنم که به هیچ عنوان از این سری کلمات برای کودکان و در مقابل نوجوانانی که در چنین شرایطی از بازداشت، بازجو و یا زندان اومدن به هیچ عنوان اعلام نکنن. دلیل که ما با اعلام این چنین کلمات نه تنها احساسات اونها رو به رسمیت نمیشناسیم، بلکه بیان میکنیم که درکی هم از شرایط تو نداریم. یا یکی از نبایدهای مهم دیگه اینه که وضعیت تو خب ببین، شرایط دوربرت رو ببین، وضعیت تو خیلی بهتر از دیگران هست و اطرافت نگاه کن چقدر همه حالشون بده. این هم دوباره همین بیان مطلبه که من شرایط فردی تو رو درک نکردم و احساسات تو رو به رسمیت نمیشناسم و به اونها اعتبار نمیدم. و یا اینکه بهش بگیم که فقط به
خودت فکر نکن، به مادرت فکر کن، به خواهرت فکر کن، به همه ما فکر کن که چقدر دوستت داریم. اینها میتونه کلماتی رو به و واکنش‌هایی رو برای کودکان پدید بیاره که خب چرا احساسات من برای اونها اعتبار نداره، چرا فردیت من برای اونها مهم نیست. و یک مسئله مهمی که دیگه میخوام در کنار این نبایدها بگم، جمله یه که ما معمولا برای کودکان و نوجوانان به کار میبریم که من میفهمم الان تو چه احساسی داری، و یا من میدونم چه بر تو گذشته. من یک مسئله رو بگم، ما به هیچ عنوان نمیدونیم که چه چیزی بر تو گذشته و چه چیزی تو اونجا احساس کردی، به دلیل اینکه احساسهای منحصر به فرد خودش رو داشته. ولی میتونیم در کنار این کلمه به اون بگیم که من میتونم متوجه باشم که تو چه شرایطی رو گذروندی، ولی اگر از احساساتت به من بگی اصلا من میتونم درک بیشتری برای تو داشته باشم. این مسئله خیلی مهمه که ما این نبایدهایی رو در برابر کودکان و نوجوانان استفاده نکنیم. به عنوان آخرین سوال خانم آلاله، راهکارهای کلی و پیشبینی کننده یا حتی پیشگیری کننده چی میتونه باشه؟ خودکشی یک بحران و یک جریان متنافذیه که پر از پیچیدگیه و این رو ما باید بدونیم. برای مثال، مثلا فرد از یک طرف نیاز به درک داره، ولی اونقدر در رنج هست که معمولا به ما اجازه نمیده ما اون رو درک بکنیم. و یا از یک طرف دیگه اونقدر نیاز به کمک داره، ولی به دلیل اون شرایط بحرانی که براش پیش اومده این فضا رو برای ما باز نمیکنه که ما بهش کمک بکنیم. به همون خاطر ما رو معمولا دچار پیچیدگی میکنه. ولی این بسیار مهمه که ما متوجه این مسئله باشیم که فردی که در روند بازداشت، زندان و بازجویی‌ها قرار گرفته با مسئله شکنجه‌های روانی روبرو شده. برای مثال تحقیرهای شخصیتی، تهدیدهای روانی و در بیان واضح‌تر از خشونت‌ها و آزارها و بدرفتاری‌های جنسی باهاش روبرو شده. به همون دلیل مسئله‌ای که روبرو هست قلب هویت فردی این افراد اتفاق افتاده، یعنی ارزشمندی کودکان و نوجوانان که مسئله بسیار مهمی برای رشد فردی و اجتماعی اونها هست مورد حمله قرار گرفته. و همون دلیل ما اینجا خیلی مهم هست که آگاهی به اون علائم و نشانه ها داشته باشیم، واکنش های روانی خودمون رو بسیار آگاهانه بهش نگاه بکنیم و بدونیم که اگر اون نشانه ها و علائم رو بشناسیم، اگر اون راهکارهای اصولی رو بدونیم، از جملاتمون و کلماتمون درست استفاده بکنیم، خودکشی در کودکان رو نه تنها میتونیم پیش بینی بکنیم، بلکه به درستی میتونیم از اون پیشگیری بکنیم. بسیار سپاسگزارم از شما سبا آلاله، روان تحلیلگر بالینی از ترکیه. امیدوارم از این برنامه دیدگاه بهره برده باشید.